به نام مناسب ترین واجه ها و رسم محبت به نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا بیننده های عزیز جان سلام علیکم امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور و صحت بوده زندگی سرشار از صفا و سمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا آت و بندگه هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت خیلی خوشحالی ما خداوند را سپاسگزار که باز هم توفیق داریم تا از دریچه باصفا و با معنویت تلویزیون جهانی هادی روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم موضوع بحث ما از امشب در قرار دوشنبه شب ها آفت های زبان هست و استفاده می کنیم از حضور ارزشمند استاد بزرگوارم جناب استاد رضوی حضرت استاد سلام بر شما خیلی خوشحال سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سلامت باشین استاد خیلی ممنون از حضورتان سلامت. و خوشحالم که در خدمت شما هستیم استاد همونطوری که عرض کردم موضوع بحث ما آفات های زبان هست مقدمتا اگر صحبت دارید بفرمایید و بعد در ادامه با سوالات در خدمت شما هستیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم احفظنا به که من شرور السنتنا همونطور که فرمودید موضوع بحث ما آفت های زبان است با یک مقدمه بسیار مختصر گرچه مطلب نیازمند به توضیح بیشتر است ولی برای اینکه ورود باشه در مبحث ما این مقدمه را خدمت شما و بینندگان عزیز ارز میکنم مقدمه این است که اسلام پایه اخلاق و پایه اخلاق مداری و سیانت از مسائل اخلاقی جامعه باید وامدار اسلام باشه راجع به با مسئله سیانتداری از اخلاق و پاسبانی از مسائل اخلاقی اونطوره که در اسلام عزیز توجه به مسائل اخلاقی شده شاید در هیچ مذهب و ملیتی هیچ ایده و فکری نشده باشه ما میبینیم پیامبر از و شعن اسلام با اون عظمت خودش میفرماید اینی بو استوله اتمم مکارم الاخلاق من مبعوث شده ام برای اینکه تمام کنم اون کرامتهای اخلاقی رو اون های اخلاقی رو اون های اخلاقی رو لذا در احادیث مختلفی ما داریم که پیغمبر خدا می خداوند مرا تعدیب کرد به آداب نیکو که اونها عبارت باشه از مکارم اخلاقی در زیل آیه مبارکه اینکه لعلا قلق عظیم قلم چهار آیات مختلف روایات مختلف راجع به این قضیه وجود داره و این مسئله ما را وادار میکنه که تا دوروبر خود ما را نگاه کنیم ببینیم آیا این سیانتی که اسلام از اخلاق داشته دیگرها چطور مکاتب دیگر چطور گروه های دیگر، مذاهب دیگر و نحله های دیگر چطور آیا این سیانت را داشته؟ به حقیقت میشه گفت که هیچگاه در هیچ زمانی در طول تاریخ این پاسبانی را که اسلام از اخلاق داشته کسان دیگر نداشتن مخصوصا در عصر اخیر وقتی ما مراجعه میکنیم به دوربر ما مخصوصا اونهایی که فرهنگ غربی دارن و خود غرب سیانت اخلاقی به کلی از بین رفته مسائل اخلاقی حالا نمیگم به کلی یعنی صفر صفر شده مونتا گرایش پیدا کرده به یک مسیرهایی که واقعا اون مسیرها شالوده های اخلاقی را کاملا محو میکنه اخلاق را تبدیل میکنه به بد اخلاقی یا به اخلاقی خب ما ده. میبینیم اسم مکتب ضد اخلاقیه اخلاق بر اساس اون ایده ای اومانیسمی که در غرب الان متاسفانه ترویج میشه و محوریت انسان را قرار داده میگه او چیزیه که ما دل ما میخواه بله او چیزیه که ما برایش ارزش قائل میشیم اخلاق همویه اخلاق همونه یعنی ما ارزش اخلاقی اصلا نداریم اخلاق اون چیزیه که انسان اونو تعیین کنه دل انسان بخوای خب اگر با ایشه و ما بریم اصلا شالده های اخلاقی کلا معو نابود میشه چیزی نمیشه ما دل ما میخوای ظلم کنیم دروغ بگوییم غیبت بکنیم فحشا و منکرات فساد و ان بهم. انواع به احترامی ها را در جامعه انجام بتیم خب چون دل ما مخواهی اینها میشه اخلاق در حالی که اینها اون پایه ها و استوانه های اخلاق را متزلزل میکنه بلکه از بین میره با انقلابی که در غرب پیش آمد با واسطه رونسانس اون نهزت علمی که پیش آمد و گریز از مسائلی که در کاتولیک و مسیحیت پیش می آمد در محدوده 1350 تا 1650 در این بحبوهه خب آمدن دنیا گرایی رواج دادن و محوریت دین گریزانه برای خس. اخلاق پدید آمد و الان دیگه های ما می بینیم متاسفانه جامعه غربی روبه از بین رفتن و محو شدن مسائل اخلاقی است چون بدون چارچوبات مشخص خلاص هر که دوست داشت اوره اخلاق بسیار درست. خوب استاد بحث ما های زبان بود و به حسن خلق اشاره کردن و به اخلاق نیکوی فراوان در اسلام و اینها ارتباط ای با بحث ما و حفظ زبان چه هست بله همونطور که گفتیم اسلام پاسبان با پاس پاسبان و پاسدار مکارم اخلاقی است ارزش بلد. های اخلاقی را پاس داده خب اخلاق از چی ناشی میشه؟ از اعمال و رفتار ما اعمال و رفتار ما از کنش هایی که به توسط حواس ما به دست میاد دست ما، پای ما، چشم ما، گوش ما ناشی میشه ای اهمیت اخلاق را میرسانه و یکی از چیزهایی که واقعا باید به توسط او انسان به مسیر هدایت اخلاقی بره مسئله زبان انسان است لذا کنترل کردن زبان و, و, سیانت از زبان و تنظیم مناسب در برخوردهای اجتماعی باید به توسط زبان به شیوه اخلاق کریمانه چی؟ حرکت کنه لذا حضرت علی علیه السلام در یک حدیث زیبایی میفرماید والله ببینید این قسم از زبان من نیست قسم از زبان علی علیه السلام, و السلام و آقا می فرماید والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یحزن لسانه فرماید اگر واقعا شما ادعای اخلاق داشتن را میکنید ادعای پرهیزگاری رو میکنید ادعای, ادعای اینو میکنید که انسان خوبی هستید باید این تقوای شما پرهزگاری شما نافع باشه نافع بودنش در صورتی است که این زبان خود را حیازتش کنید زبان خود را بالاخره حفظ کنید از اون چیزهایی که مناسب برای یک اخلاق کریمانه نیست بسیار عالی درود بر شما استاد موضوعی بسیار خوب را اشاره کردیم و فرمودین حفظ زبان استاد در ای که یکی از آفات بد زبان بد زبانی هست هیچ شکی نیست و مفهوم آفت چی هست و چرا بد زبانی یک آفت هست و به اهمیت حفظ زبان هم اشاره فرمایید ولی خب قبل او یک میان برنامه ببینیم و بعد در خدمت شما باشیم حفظ زبان و خلاصه آفت چی است و مفهوم آفت و اینها را پس از یک میان برنامه کوتاه در خدمت شما هستم سلام سلامت دوست بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهی تان میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم به بحث و همچنان ادامه داریم. بیننده های عزیز جان دوباره خوش آمدید مثبت 964 780 255 چ پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست می توانید گوشه های تان را بردارید هر سوال و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتس ما با ما در میان بگذارید ادامه بحث هست و موضوع آفت های زبان بله استاد بریم وارد اهمیت زبان بشیم و اهمیت حفظ زبان وقتی وارد خلاصه از زبان بحث میکنیم هیچ مهمتر از حفظ زبان نیست استاد در اینجا بله اهمیت زبان بهن. یک چیزی روشن است ارتباط انسان ها با زبان است اون چی که در اجتماع برایش پیش میایه منشأش واقعا زبان است اگر انسان زبان نداشته باشه مسلما نمیتونه اون مراوده هایش را اون ارتباطاتش را درست تنظیم کنه به مسائل که نیاز به رسیدن اونها هست برسه لذا این اهمیت زبان را در انسان رسانه و مخصوصا حالا اهم از انسان موجوداتی که اینها دارای لسان است و دارای زبان است قطعا استاد هیچ وسیله دیگر به این اندازه اهمیت, ندارد نداره در نداره. گفتار مثلا الان برنامه که برای ناشنوایان اینها تهیه میبینن قطعا او افهام و تفهیم میره که از طریق زبان گفته میشه توسط اشاره او رسانده, رسانده نمیشه رسانده نمیشه, پس این خب اه، اهمیت زبان یک چیز مشخص و روشن است در بین تمام ملیت ها فرقه ها با زبان های مختلف و اقسام لسان های مختلفی که دارم اما اهمیت حفظ زبان ببینید جناب آقای حسینی این بنده بگم واقعا حالا غلو نیست اگر جامعه آبادانی پیدا میکنه یا مفسده پیدا میکنه اولین گام در حرکت به سوی فساد یا آبادانی واقعی و معنوی یک جامعه زبان انسان است یعنی زبان مقدمه میشه برای خیلی چیزهای دیگر و آفتهایی که در جامعه و اجتماع پدید میاد ببینید مثلا یکی از مسائلی که در اجتماع احتمال داره با زبان پیش بیاد تهمت های اجتماعی است اگر بنده به برادرم به دوستم به عزیزم تهمت بزنم یا فحاشی کنم یا ارتباطات کلامی هم نامناسب باشه سبب تولید هنجارهای بسیار ناشایست بشه این سرایت میکنه در افراد جامعه کم کم به همین صورت توسعه پیدا میکنه تا اونجایی که اجتماع واقعا خراب کنه و فاسد کنه همانطوری که اگر زبان انسان زبان مناسب باشه در مراودات خودش در های خودش احترام زبانی دیگر را حفظ کنه برخورد زبانش مناسب باشه با افراد دیگر از تهمتها دوری کنه از فحاشی ها دوری کنه از اون آفات دیگری که برای زبان هست دوری کنه و برعکسش جانشین اینها احترام به را، خوش زبانی با دیگر برخورد های کلامی مناسب با دیگرها را استحکام ببخشه این جامعه واقعا اگر در تمام افرادش این هنجار به وجود به آباد میشه لذا میتونیم با زرس قاطع و حکم مسلم و قطعی بگیم اگر جامعه فاسد میشه یکی از راه های فسادش زبان است که در اون جامعه با همدیگر مراوده مراویده داره تکلم داره صحبت داره برخورت های کلامی و زبانی داره همونطوری اگر جامعه خوبی پیدا میکنه اگر زبان های همه افراد جامعه ببینید مناسب باشه این جامعه جامعه بهشتی میشه او جامعه میشه که انسان را واقعا امیدوار میکنه برای یک زندگی مناسب و بهشت گونه در بین اون افراد اجتماعی لذاست که پیغمبر اسلام لذت میبره. لذت میبره از زندگی کردن در همچی جامعه که همه انسان ها با زبان بسیار زیبا خوش و خندان با هم ارتباط داشته باشه لذا ما میبینیم پیغمبر عظیم و شعن اسلام این زبان را از مصادیق بیان کننده مکارم الاخلاق معرفی میکنم حضرت میفرماید ان من مکارم الاخلاق صدق الحدیث حقیقتا از اون اخلاق های والا و برخورد و محترمانه دارای ارزش ها و کرامت ها راستگویی به عنوان یک از مصادیق زبان در اجتماع انسان است لذا باید انسان زبان خودش را حفظ کنه و این سبب دوستی ها به این بین مردم بشه همونطور که نسبت به پیغمبر عظیم و شهر اسلام داریم فبه ما رحمت من الله لنت لهم خدا تو را انسان ملایم و خوشخو و خوشبرخورد آفریده و خاطر اون رحماتی که نسبت به جامعه بشری و نسبت به شخص شما داره ولو كنت فظا غليظ القلب لانفذ من حولك اگر بد زبان می بودی خشونت زبانی می داشتی اگر اون آفتهای های زبانی در تو رسوخ پیدا میکرد مردم از دوربرت کاملا پراکنده میشدند مردم از دوربرت میرفت لذا ما میبینیم اون حسن کریمانه یکی از چیزهایش از زبان پیغمبر ناشی میشد ما نمیگیم تنها زبان اه. تمام اون چی که در وجود نازنین پیغمبر عظیم و شن اسلام وجود داره کرامت هست و بزرگواری هست و الگو هست و چیزهایی است که انسان از اونها درس بگیره و اسوه حسنه باشه یکی از اونها زبان حضرت است لذا ما میبینیم هیچگاه کسی در تاریخ ثبت نشده که از زبان پیغمبر برخورد نامناسب فحاشی تهمت و بلواهای دیگری را که از آفات زبان هست در تاریخ ثبت کرده باشه و شنیده باشه لذا اهمیت زبان در هر فرهنگی در هر جامعه در هر ملیتی از ارزش والا برخوردار بسیار استاد همونطوری که فرمودید داشتن یک زندگی زیبا و بهشتگونه گونه در گروی داشتن زبان بسیار زیبا و برخورد قشنگ و بیان خلاصا ناب هست بدون شک خوب بد زبان یعنی یک آفتی هست برای زبان بله. حالا مفهوم آفت چی هست و چرای بد زبانه میشه آفت؟ اونطوری که ابن منظور در لسان العرب و ترهی در مجمع البهرین و امثال اینها دیگر لغت نویسان آمدن مفهوم آفت را معنا کردن گفتن عرزون مفسدون لما اصا و منشه این اونطوری که در ذهنهای ما هم هست آفت یعنی چیزی که به خاطر یک تعداد کنش ها و واکنش ها سبب فساد یک چیز میشه اینه میگن آفت یعنی مفسد کننده و فاسد کننده اشیا لذا میبینیم آفت و حسب هر چیز تفاوت پیدا میکنه ببینید شما یک میوه سبر اگر در نظر بگیرید آفتش اینه که این کیر خب سبزی را شما در نظر داشته باشید پلاسیدگی این سبزی آفتی است که در این سبزی وارد میشه شما یک باغ پرسمر رو ببینید اون پشه ها مگس ها و چیزهای دیگری که سبب عوارض در این درخت میشه سبب آفت این درخت میشه همه اینها میتونه از آفت ها باشه پس مرون آفت یعنی چیزی که یک چیزی رو فاسد میکنه و از بین میبره زیان میرسانه ضرر میرسانه به او اون ماهیت اصلی و استفاده اصلی را از او بر میداره سه برای ما مناسب استفادهش اینه که ما ایره بخوریم اما وقتی کرمو میشه وقتی بل. پلاسیده میشه وقتی خراب میشه پس بنابراین از اون حالت اولیش چی خارج میشه و میشه آفت, میزنه و بعد خراب میشه و از استفاده خلاصه خارج میشه دیگه و خصوصیت زبان انسان هم همینطوریه یکی از مصادیقی که ما نسبت به زبان در نظر بگیریم اون آفت است که برای زبان ما وارد مشه ببینید اگر ما نسبت به شخص دیگری تهمت زدیم اگر دروغ گفتیم اگر غیبت دیگران را با زبان خود ما بیان کردیم ای سبب میشه برای یک آفتی که در اجتماع به وجود میاد در فرد به وجود میاد در فرهنگ ما به وجود میاد در مذهب ما به وجود میاد در دین و ایمان ما به وجود میاد لذا میفرماید زبان دارای آفت هایست همانطوری که هر چیزی دیگری میتونه دارای آفت باشه ما در حدیث داریم حدودا هشت نو چیز را همونطوری که در اشیاء فیزیکی آفت زدگی وجود داره در معنویات هم اینها را دارای آفت میشماره و از جمله اینها آفت زبان انسان است که در حدیث میفرماید آفت الحدیث الکذب ببینید یکی از آفت های زبان را البته این توجه داشته باشیم وقتی ما میگیم آفت های زبان و دروغ را به عنوان آفت زبان معرفی میکنیم یا غیبت رو به عنوان آفت زبان معرفی میکنیم این در واقع ذکر سبب و نه. اراده مسبب است یعنی این دروغ سبب میشه یک آرزه ای را که اون آرزه آفت است برای چیزی خود دروغ نه. آفت نیست بلکه یک ضد ارزشه بلکه یک چیزی است که دین از اون منع کرده اگر ما این مرتکب شدیم فعل حرام و بد انجام دادیم اما همین گناه یک آرزه ای را به وجود میاره که اون آرزه سبب آفت در فرد بشه در اجتماع بشه در دین بشه در ایمان بشه در فرهنگ بشه در سیاست بشه و کل آفت های دیگری که انشاءالله در جلسات بعدی اینها رو عرض خواهیم بله بسیار آرستاد استاد مطالب بسیار خوب و زیبایی را فرمودید و یک میان برنامه, برنامه، کوتاه میبینیم و بعد در ادامه از مسادقی که وقت زبان درست داشته باشیم و تعبیری همون که ای برادرگر خرد داری تمام نرم و شیرین گویی با مردم کلام چند نمونه از این نرم و شیرین کلام گفتن و خلاصه صحبت کردن از زبان از محضرتان استفاده میکنیم و میان برنامه بیننده های از گرامی سپاس از این که نگاه های ناب و گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید میان برنامه کوتاه را میبینیم و دوباره برمیگردیم به بحث <متصفيق>

بیننده های عزیز جان خوش حاملید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانه و در برنامه به وقت بیداری از تلویزیون زیبا و با معنویت امام هادی علیه السلام را بیننده هستید ادامه برنامه به وقت بیداری و موضوع آفتهای های زبان و در خدمت جناب استاد هستیم بله استاد برگردیم به بس یک آنچه که از بحث قبلی باقی مانده بود اینکه که چرا زبان باید وایس آفت بشه یا اون بد زبانی چرا آفت هست و بعد در ادامه نمونه های استفاده درست از زبان ببینید ما بعضی چیزها را داریم که اینها دو پهلویند یعنی هم استفاده مناسب داره. هم استفاده نامناسب داره شمشیر دولب, شمشیر دولب یا شمشیر یک لب حالا فرقی نمیکنه بالاخره اگر لب هم باشه شما میتونید با اون دشمن بدگو و ناسزا را به قتل برسانید و میتونید از این استفاده کنید برای از بین بردن اولاد خودتون بچه های خودتون الله اکبر خدای نکرده خدای نکرده یا چیزهای دیگر کارد حالا نمیگیم شمشیر که خیلی با عظمت باشه <applause> میگیم همین کارد وقتی کارت رو شما استفاده میکنید دو تا استفاده دارم استفاده ضررانگیز داره خب میتونید کسی را با ای از بین ببرید خدا یا پیاز خورد کنید سب زمینی کچالو خورد کنید غذای خوشمزه. درست کنید زبان هم یک چیزی دو پهلوست چیزی دو پهلویه به این معنا که نه اینکه خود زبان دو تا پهلو داشته باشه اه. یعنی میتونید از این زبان دو تا استفاده داشته باشید استفاده مناسب و استفاده غیر مناسب اه. اگر استفاده مناسب از زبان داشتیم مسلما نتیجه ای که میگیریم آثار مناسب زبان است که زبان به همین جهت آفریده شده و برای همین آفریده شده اما اگر استفاده نامناسب باشه عوارض را در جامعه به وجود میاره که ناگزیر بدون دنبال اون آفتزایی که از زبان برخواسته اون آفت در جامعه به وجود میاره لذا ما میبینیم در احادیث متفاوت ایمه معصومین علیه و السلام به این مطلب اشاره میکنه ابو بسیر از حضرت ما محمد واقیر علیه و السلام حدیث را بیان کردن که میگه از آقا شنیدم ان هذا اللسان مفتاح کل خير و مفتاح کل شر این زبان کلید واژه برای دو تا چیز است همه خیرها و همه شرها ببینید این حدیث خیلی حدیث زیبا و حدیث قشنگیه میگه اگر شما از زبان استفاده مناسب کردید این زبان یک کلید را به دست شما داده که درهای خیر برای شما باز میشه وقتی با دیگران صحبت مناسب میکنیم از زبان فسه زبان محترمانه زبان برخورد مناسب استفاده میشه دل او را به دست میارید شما ببینید دل به دست آوردن خودش خیلی خیلی در اسلام اهمیت داره شما از صبح تا شب همینطوری در جامعه را برید با افراد با زبان خوش برخورد کنید شب تا صبح ده تا دوست بیست تا دو دوست پیدا میکنید اینها خیرهایی است که از زبان ناشی میشه اما برعکس مفتاح کل شرین هم هست اگر هر جا رفتید از خانه گرفته با بچه ها با خانم خانه با پدر با مادر با برادر با اقاره با همسایه پرخاشگری کردید با فحاشی زبانی راه رفتید حالا من مستاق را خدمت شما لخر شما را نمیگم همه ها. ما اینطوریم هم. هر کسی اگر از زبان خودش استفاده نامناسب کرد این استفاده نامناسب کلید میشه برای گشودن شهرهایی که این شهرها واقعا آفت است در زبان ما آفت است در محیط ما آفت است در خانه ما آفت است در ارتباطات ما لذا حضرت میفرماید فرماید فختیم علا فیک میگه مهر بزن به دهانت کما تحت مو علا تخت مو علا ک و برقه همونطوری که اون گنج های طلایی خود حفظ میکنید مهر میزنید در گنجینه نگهداری میکنید همینطوری از زبان خودم بالاخره استفاده, استفاده درست ده. کنید اگر استفاده درست نکردید مهر زدن بر این زبان خیلی بهتر از اینه که انسان کاری کنه که از زبان آفت بر بخیزه لذا لازم است که این زبان را که آفتزاست ما کنترل کنیم و آفت های مختلفی که از زبان برمخزه بسیار بسیار زیاد است که اگر انسان اینها را واقعا لحاظ کنه تدوینش کنه اگر اینها را قشنگ فهرست کنه شاید در هر عمل انسان در هر برخورد انسان یک استفاده مناسب از زبان یا مناسب از زبان باشه پس بنابراین منحصر کردن این آفاتی که از زبان برمخزه به نظرم کار خیلی بالاخره خوبی نمیتونه باشه چون ما نمیتونیم واقعا و حقیقتا اون آمار بگیریم اما اونطوری که در معجت البیضا مرحوم فیض کاشانی و مرحوم غزالی در احیاء العلوم آمده اینها را احسا کرده شمارش کرده حدودا 20 تا آفت را که از زبان برمخیزه و از اعمال زبان برمخیزه اون آفت ها اینها آمدن اینها را اشاره کردن مثلا جدال کردن بله. با زبان خب شما وارد میشی با کسی هی hey, جنگ داری و نزاع داری و درگیری داری خب این آفت خیز دیگه دارد. گفتن دارد. سخنان برفت شما در یک محیطی که اونجا محیط علم است محیط فضیلت است محیط کرامت است محیط تقوا است محیط علمیه هی سخن بی ربط برای خودت مزنی خب اینجا آفتخیز دیگر. یه خیز است دیگه یه گده میگه ببین آقا دیوانه شده مغزش خراب شده بالاخره چرا همچی کار را میکنه پرحرفی خب کسی که پرحرف است بر اساس حدیثی که از حضرت علی علیه السلام داریم اشتباهات و لغزش هایش خیلی فراوان است چون آدم اون نیروی واقعی را نداره که بتونه همه حرکات زبان را کنترل کنه گای هست که یک حرف نامناسب از زبان انسان میپره ای به واسطه پرحرفی در جامعه پیش میه و خودش سبب لغزش های انسان میشه فوشن دیگران همونطوری که گفتیم خب ما هر کسی گیر کردیم فوش بتیم همه در واقع ما به صورت ما بزنه با ما دعوا میکنه با ما خصومت پیدا میکنه با ما به احترامی میکنه نزاهای زبانی خب هی ای بر با او درگیری پیدا کن هی او بر با او در در درگیر پیدا کن بهوده گویی خب حرف های بی ربط انسان بزنه اینا چه ارزش داره در جامعه عزیزان ما دوستان ما بینندگان عزیز اینها در حقیقت برای اینه که ما درس عبرتی داشته باشیم برای زندگی ما اگر واقعا میخوایم زندگی ما خوب باشه زندگی ما پرسمر باشه زندگی ما با معنا باشه زندگی ما زندگی محبت آمز باشه دیگرا به با ما احترام بگذارن ما به دیگرا احترام بگذاریم باید سیاست زبانی داشته باشیم باید زبان ما را حفظ کنیم و الا متاسفانه گرفتار اون عوارضی میشیم که از بالاخره زبان برمخزه و از آفات زبان است خب گفتگوهای گناه آلود لعن دیگرها تغنی میبینی آقا در خانه خود نشسته و جایی که قرآن تلاوت کنه و جایی که نماز بخونه و جایی که از مسائل علمی استفاده کنه از کتاب استفاده کنه هی hey, اشعار دختر فلانی و پسر فلانی رو بخونه خب اینا میشه تغنی دیگه یا رقص ساز آواز که متاسفانه محیط اجتماعی ما الان مملوع از اینهاست. دیگه موبایل ها وقتی باز میشه ما میبینیم بیشتر اون چی که از اینها استفاده میشه اون پرنو ها هست و مسائل شهوت برانگیز و محرک مخصوصا برای جوان ها خب اینها را تحریک میکنه برای جوان ها و بچه های ما اون محیط های آینده رو خراب میکنه پایه های زندگی رو خراب میکنه اگر ما بخویم واقعا از زندگی خوب و آینده های خوب بهره بر باشیم باید اینها رو در زندگی خود ما دور کنیم استهزا های رکیک حالا مزا شوخی کردن اگر مناسب باشه خوبه بالاخره پیغمبرم شوخی میکرد مزاح میکرد ای ما همه کار رو کردن اما ما میبینیم با مزاح کردن ها یک درهای شر باز میکنیم مثلا فلانی رو اسم میگذاریم با اسم خیلی نامناسب با. میگیم شوخی کردیم و اگر کسان دیگه هست همین شوخی ما رو فردا او تقلید میکنه نسبت به با او باز استفاده میکنه یک نامگذاری نامناسب در اینجا پیش میه فاش کردن اسرار دیگران غیبت کردن متن نابجا سخنچینی سخن نسنجیده نفاق افکنی سوال از روی خورد کردن دیگرا میبینیم در اکثر محافل وقتی وارد میشیم یک تعداد آدما نشستن این مثلا در بین حالا ما علما خود ما از این گزند بالاخره در امان, نیستیم, نشستیم داخل مجلس برای که طرف را بگیم تو حالا چیزی نمیفهمی یک سوال بندازیم میخوایم بالاخره طرف دریابیم که چی میگیم چی نمیگیم بالاخره آقا چقدر علمیت داره خب اینها رو تقریبا حدود 20 تا از چیزهایی را که مصادیقی را که از اینها آفات زبان برمیخزه احیا کردن و شمارش کردن اون چرا فرمایید همیشه هم دو طرفه بود دوستا اگه هم خلاصه طرف مثبت داشت هم منفی داشت مشخص بود دیگه کارهایی که انجام میدی و بد هست اینا رو انجام ندی خب خوبش میشه بله تمام. این مصادیق مصادیق چون بس ما آفات زبان هست اینا همهش چیزهایی است که سبب آفات زبان بشه البته همونطوری که گفتیم خب تعداد را اینها ننوشتن مثلا تهمت زدن شایعه سازی ایزا دیگران با زبان تبلیغ ده. باطل تفسیر برای و به ادبی در سخن شهادت باطل و خیلی چیزهای دیگر هست بسیار. که اینها را تشکر خیلی لطف کردین اولین جلسه بود که با موضوع آفات های زبان در خدمت شما بودیم ان شاءالله بس ادامه داره و یه سوال خواهد داشتیم که چرا زبان که میتونه این همه زیبایی داشته باشه این گونه میشه که بعد میره بد میگه ناحق میگه و خلاصه تهمت میکنه و زخم زبان میزنه و این کارا رو میکنه همه اینها رو ان اگر عمر بود و توفیق بود در خدمت شما انشالله در خدمت سلامت باشین تشکر از حضورتان ان شاءالله که خیر و سلامتی بدرقه راحتان باشه خیلی سمان ممنون سلامت باشیم جز خدا کیست که در سایه مهرش باشه رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست این های عزیز و گرامی سپاس از همراهیتان این بود برنامه به وقتی بیداریک که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید تا برنامه بر بعد همه ایتان را به پاک بی هم تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خودم